سرپرست وزارت معدن و پترولیم در سفر به ولایت بغلان برای 14 تن اجازه استخراج معدن زغال سنگ را به گونه قانونی داده است. شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معدن و پترولیم میگوید برگه اجازه موقت تا نام و اعتبار دارد و زمانی که دیده شود معدن به گونه قانونی و فنی استخراج می شود دوباره به جواز استخراج برای آنان داده خواهد شد. استخراج با پنیکی او تجهیزات با عصری راولی آن تکنالوژی را مستعمل کنه که با عصری باشه این بیل و کلنگ با ایجاد نکنه او تأمینات با مکملی سی راول نمیدی حیعت بار وقت بوردی دیده طور شهر رو دلتا بکیزه کردی تر زامر اجداد کنه که نور وضاحتون هم دی خدا چا سر سمگه امزا کنه او دا جازلیک برکنه دی نو همی از کل پارا دیده طور مسئولتون به که ذکر دی دوی با یه معدن دی اصول مطابق استخراج کنی او ار ربع که با مرتا دی راپور را کنی او اراش بایدون که حیات ورزی دی بگوری که نه همی هست که یا پو مامین دی خلال دی نه همی هست که دی مخالفت کرده یا جواز مخاطمی او دی اینا پو معدن مخصتن کنی. در همین حال مولوی امین الله احمدی رئیس تصدی زغال سنگ شمال میگوید که بر اساس سروی آنان در ولایت بغلان 400 مکان معدن زغال سنگ وجود دارد که از آن جمله تنها برای 14 صفوف با افراد جواز قانونی استخراج داده شده است. اجازه نمیدی چې موږ دغه معدن والا او تورکل د دې ګټه به دا وي چې دغه مخکې په دې معادنو کې چې خلکو کار کوو نو دوی هغه د معادنو شرایط نه عملي کول لکه ماشینې کش وي او نور پکې پکې ولګېږي اکسیجن له دباندې نه دننه داخل شي هغه شیان په نظر کې نه نیول کېدل نو له دې سره ضایعات هم راتلل معادن تخریبېدل او د انسانانو عمر او زندګي هم په خطر کې وه نو چې له دې سره موږ او تاسې د دغو پیښو شاهدان یو هغه وخت په وخت په معادنو کې تلفات رامنځته کېدل انشاءالله له دې نه وروسته به د مخه ونیول شي. د دې از سوی دیگر ضیاءالرحمن اریوبی معین پلان و پالیسی وزارت معدن میگوید برای کسانی که اجازه فعالیت داده شده است نظارت خواهد شد در صورتی که از قوانین استخراج سرپیچی کنند اجازه نامه آنان فسخ خواهد شد. او د دغو معادنو حفاظت ته ضرورت دی. امارت اسلامی ژمن دی چې د دغو معادنو به په صحیح طریقې سره حفاظت کوي. د دغو معادنو د تخریب مخه به نیسي. د دغو معادنو د کمعمرۍ مخه به نیسي او د دغو معادنو د قاچاقو مخه به نیسي. این در حالی است که پیش از این بسیاری از معدن زغال سنگ در بغلان به گونه غیر قانونی استخراج می شد که این باعث فروریختن معدن زغال سنگ نیز شده بود که تلفات نیز در پی داشته است. عبیدالله احمدی، تلویزیون اورانوس، ولایت بغلان.